سلام بچه ها، به کانال World of X خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون لیست 9 تایی از کاراکترهای بازی های فایتینگ آماده کردم که باید توی بازی های ترسناک می بودن. توی بازی های فایتینگ همیشه یه سبک از مبارزه حضور دارن، مثل رزمکار از آسیا، کشتیگیرهای مکزیکی و یا مأمور مخفی. اما بعضی وقتا یه سری کاراکتر عجیب توی بازی ها قرار می گیرن که فقط جاشون توی ژانر ترسناکه. من امروز به 9 تا از این کاراکترها اشاره می کنم. شماره 9، کوسارگادو، سامورای شودان. کوسارگادو نه تنها یکی از ترسناک‌ترین کاراکترها توی ژانر فایتینگ، بلکه توی کل بازی‌های ویدیویی محسوب میشه. شما میتونید با نگاه کردن به قیافش کاملا این قضیه رو درک بکنید. خب این کاراکتر در واقع برگرفته از یکی از شیاطین خیلی معروف ژاپنیه، اما داستانش توی بازی کمی تفاوت میکنه. اون یه آدم خلافکار عوضی بود که بعد از کشتن یک زن حامله نفرین میشه و تبدیل میشه به این موجود و قراره تا آخر عمرش گرسنه باقی بمونه. خب قیافه ترسناکش رو بذارید کنار، از اون وحشتناکتر به نظر من سلاحایی که کوسارگادو استفاده میکنه. سلاحاش چیه؟ استخونهای شکسته شدهش که از دستش زده بیرون، اون با این استخونها مبارزه میکنه. تازه خیلی هم علاقه داره که شما رو گاز بزنه و بخوره، چرا که نفرین شده تا همیشه گرسنه بمونه. شما میتونید قشنگ توی حرکاتش ببینید که همش سعی میکنه دهن خودش رو نزدیک به شما بکنه. اما اگر شما مسابقه رو بهش ببازید و اون از فیتالیتی خودش استفاده بکنه، دقیقاً همچین بلایی سرتون میاد. یعنی کاراکتر شما رو میخوره و تنها چیزی که ازش باقی میمونه یک جمجمه است. شماره 8، میت مورتال کامبت. اما حالا میرم سراغ یکی از بازی‌های فایتینگ مطمئنم همه از اون خوششون میاد، مورتال کامبت. داخل این بازی یک سری کاراکتر جوک اضافه میکردن. یه مورتال کامبات 4 این کاراکتر جوک میت بود که در واقع همون کاراکتر معمولی داخل بازی بود، اما به دلیل فیتالیتی کل پوستش کنده شده بود و فقط گوشت و اسکلتش باقی مونده بود. این کاراکتر توی بازی مورتال کامبات دسپشن هم حضور داشت که بیشتر یک حالت ایسترگ داشت و اگر پیداش میکردید بهتون 1000 تا سکه میداد و بعد فرار میکرد. اما بالاخره توی بازی مورتال کامبات آرمگدون گرفتن به اون یک داستان دادن. میت ظاهراً یکی از موجوداتی بوده که توسط شنگسونگ داشته درست میشده، در واقع یه چیزی تو مایه های ملینا. اما در نهایت او موفق میشه از دست شنگسونگ فرار بکنه و اینطوری آزادی خودش رو به دست بیاره. خب نگاه کردن به این کاراکتر خودش تنهایی کفاره داره. همونطور که میبینید هیچ پوستی از اون باقی نمونده، گوشت خالصه. تازه یه جاهایی چشمش قشنگ در اومده. از نظر من جای این کاراکتر به هیچ عنوان توی بازی های فایتینگ نیست، اون قطعا به بازی های ترسناک تعلق داره. شماره 7، زپا، گیلتی گیر. توی فرانچایز گیلتی گیر کاراکترهای عجیب و باحال زیادی وجود دارن، اما قطعا هیچ کدومشون بنزه زپا باحال نیستن. درسته که اون ترسناکه، اما ایده خفنی داره. شما اگر یک نگاهی به سبک مبارزه زپا بندازید به نظر عجیب میاد. اون انگار استخون نداره و ظاهرا انگار تسخیر شده. خب موضوع اصلی همینه، زپا طی مبارزه کاملا بیهوشه. اون یک پسر بچه خیلی معمولیه، اما توسط چند تا روح شیطانی تسخیر شده. اونا میان این کاراکتر بدبخت رو تسخیر میکنن و بعد باهاش مبارزه میکنن. یکی از ترسناکترین این ارواح مربوط به این خانمه میشه که خیلی شما رو یاد اون کاراکتر معروف از فیلم رینگ یا حلقه میندازه. از نظر من یکی از باحالترین چیزهایی که در مورد زپا وجود داره فیتالیتی که میزنه. اون دقیقا مثل فیلم رینگ میاد به شما یک ویدیو نشون میده که بعد از دیدنش شما از ترس میمیرید و بازی رو میبازید. خب وقتی این کاراکتر رو به صورت مستقیم از روی یکی از ترسناک‌ترین فیلم‌های سینمایی الهام گرفتن، کاملا مشخصه که جاش نباید توی بازی‌های فایتینگ باشه، بلکه باید بره توی همون ژانر ترسناک. شماره 6، ولدو، سول کالیبور. داخل بازی سول کالیبور اکثر کاراکترها انسان هستن، به همین دلیل وقتی ما با ولدو رو در رو میشیم یکم تعجب میکنیم، چرا که اون خیلی خیلی با بقیه فرق میکنه. همونطور که مشخصه یک لباس عجیب و غریب تنشه، تازه سبک مبارزش هم واقعا با عقل جور در نمیاد. اون انگار هیچ استخونی توی بدنش نداره. از اون گذشته به دلیل اینکه دهنش کامل بسته شده هیچ حرف یا کلمه ای رو نمیگه، فقط با صداهای حسی صحبت میکنه که این موضوع اونو خیلی ترسناکتر هم میکنه. اما چی باعث شده تا ولدو به این روز در بیاد؟ بر اساس داستانش ولدو بادیگارد یکی از تاجرهای معروف ایتالیایی بوده، تاجری که کلی پول برای خودش دست و پا میکنه. اما وقتی که عمر خودش به پایان رسیده بوده خودشو میگیره توی یک چاله دفن میکنه و خب به ولدو میگه همه کارگرایی که بهش کمک کردن تا این چاله رو درست بکنه رو بکشه.
بعدش چاله رو میبندن و اون تاجر اونجا حبس میشه تا بمیره. ولدو به عنوان نگهبان این گنجینه اونجا حضور داره تا هر کسی که بهش نزدیک شد رو نابود بکنه. اوکی، این کانسپت خیلی به ظاهر ولدو میخوره و تقریبا همچین چیزی رو اگر اشتباه نکنم توی چند تا فیلم ترسناک دیدم. شماره 5، کیو استریت فایتر. اگر میخواستم یک لیست در مورد اسرارآمیزترین کاراکترهای بازیهای ویدیویی صحبت کنم، قطعا سراغ کیو میرفتم. هیچ چیز خاصی در مورد این ربات عجیب و غریب نمیدونیم، حتی مطمئن نیستیم اون ربات یا نه، فقط میدونیم که یک جور نقاب فلزی طور داره. اون خیلی عجیب مبارزه میکنه، کاملا مشخصه که هیچ احساسی نداره. وقتی هم که مسابقه رو میبره، به صورت خیلی بیروحی به تصویر، یا بهتر بگم به خود شما نگاه میکنه. تئوری های خیلی زیادی در مورد کیو وجود داره که اون چیه. بعضیا باور دارن اون یک قاتل زنجیره‌ایه که داره دنبال قربانی های جدید میگرده. خیلی باور دارن اون یکی از موجودات ترسناکی که توسط شادولو درست شده. اما یکی از جالب ترین تئوری ها میگه اون در واقع پدر یکی از کاراکترهای اصلی بازی استریت فایتر، یعنی چونلیه، که بعد از مبارزه و شکست خوردن تبدیل شده به همچین چیزی و حالا داره به نیروهای شیطانی کمک میکنه. هر کدوم از این تئوری ها رو که بخوایم در نظر بگیریم، یه چیز رو میتونیم در موردش بگیم. اینکه کیو به هیچ عنوان به بازی های فایتینگ تعلق نداره و باید بره دنبال ژانر ترسناک. شماره 4، تروگر تکن 3. داخل فرانچایز تیکن شما کاراکترهای عجیب زیادی دارید، از خرس و پاندا و کانگرو گرفته تا حتی دایناسور. اما خب یکی از ترسناکترین کاراکترهایی که به نظر من داخل این فرانچایز وجود داشت مربوط به بازی تیکن 3 میشه، جایی که باس آخر اون یک موجود افسانه‌ای به اسم اوگره. وقتی شما راند اول اونو شکست بدید، اون به فرم نهایی خودش تبدیل میشه، یعنی این موجود غول پیکر که خب با اون بالها، شاخها، دندونای وحشتناکش و موهای تنش خیلی خیلی شما رو یاد هیولاهای باستانی میندازه. تازه اون میتونه پرواز کنه و به سمت شما آتیش بفرسته. از اون جالبتر میدونین چیه؟ اینکه دست راست اون یک جورایی تبدیل به مار شده. خب هرچی بازی ها جدیدتر میشه، این ماره گنده تر میشه. مثلا توی بازی تکن تگ 2 شما میتونستید این دستشو ببینید که از چند تا مار به وجود اومده. به نظر من تمام چیزهایی که در مورد این کاراکتر وجود داره به ما ثابت میکنه که اون به هیچ عنوان مناسب یک بازی فایتینگ نیست. در بدترین حالت باید توی یک بازی RPG فانتزی باشه. شماره 3، دابل سکولگر. اکثر کاراکترهای فرانچایز اسکولگر از دختره گوگولی تشکیل شدن، به جز دابل، کسی که در همون حالت طبیعی خودش هم خیلی ترسناکه، یک راهبه که بدون شک شما رو یاد فیلم معروف کانجورینگ میندازه. اما خب این حالت راهبه دوستانه ترین فرمیه که این هیولا به خودش میگیره، چرا که میتونه واقعا به چیزهای عجیب و غریب زیادی تبدیل بشه. در واقع دابل اصلا یک فرد نیست، اون یک موجود اساطیری و شیطانیه که در حالت انسانی تبدیل میشه به این راهبه. اما وقتی که مبارزه میکنه و نیاز به کمک داره، حالتهای اصلی خودشو نشون میده که یکی از یکی ترسناکتر هستن. حالا درسته که گرافیک این بازی اونا یک ذره برنامه کودکی نشون میده، اما با این حال هم نمیتونیم از این قضیه غافل بشیم که قطعا دابل شما رو یاد فیلمهای ترسناک میندازه. شماره 2، ریلیوس بلیز بلو. کاراکتر ریلیوس توی بازی بلیز بلو در نگاه اول اونقدر عجیب به نظر نمیرسه، یک آدم معمولیه که داره مبارزه میکنه. اما اگر شما به داستان و بک‌گراند این کاراکتر نگاه بندازید، میفهمید که اون چقدر آدم عوضی و شروری به حساب میاد، از اون کاراکتری که شما فقط داخل فیلمهای ترسناک میتونید مثلش رو پیدا بکنید. ریلیوس یک دانشمنده، اما اونقدر دوست داره قدرت خودش رو زیاد بکنه که به هیچ عنوان به چیز دیگه ای اهمیت نمیده. اون روی انسانها آزمایش های مختلفی انجام میده تا بتونه اونا رو به چیزهای چندشی تبدیل بکنه. اون حتی این آزمایش ها رو روی خانم و دخترش انجام داده، جایی که شما داخل مبارزه حتی میتونید خانمش رو ظاهر بکنید که حالا تبدیل شده به یک عروسک جنگی که کاملا شستشوی مغزی شده و نمیتونه فکر بکنه. اون فقط باید دستورات شوهرش رو عملی بکنه. از اون گذشته، وقتی ریلیوس از حرکت مخصوصش استفاده بکنه، کاراکترها رو میبره به سیاه چال و بعد اونا رو به هر شکلی که میتونه شکنجه میکنه. جالبه بدونید که هر کاراکتری شکل مخصوص خودشو داره، یعنی شما نمیتونید دوتا کاراکتر رو ببینید که یک جور شکنجه میشن، هر کدوم از اونا یک شیوه جدید روشون آزمایش میشه. شماره 1، هیساکو کیلر انستیکت. بدون هیچ تردیدی ترسناکترین کاراکتری که من تا حالا توی بازی های فایتینگ دیدم مربوط به کلر انستیکت میشه که در سال 2013 عرضه شد. اون بازی به اندازه کافی توش کاراکترهای عجیب داره،
از اسکلت گرفته تا مومیای نفرین شده. اما اون دوتا در برابر این کاراکتر واقعا مثل برنامه کودک میمونن. ایساکو بدون تردید شما رو یاد فیلم‌های ترسناک ژاپنی و از جمله حلقه میندازه. این دختر که واقعا چهره ترسناکی داره و حتی راه رفتنش میتونه شما رو بترسونه. اون یک خانم جنگجو بوده که 500 سال پیش کشته میشه وقتی که داشته از مردم روستای خودش در برابر راهزنا محافظت میکرده. اما کمپانی اولتراتک میاد روح اونو آزار میده و به همین دلیل ایساکو از قبر خودش بلند میشه تا از هر کسی که میبینه انتقام بگیره. اون بدون شک میتونه شما رو حسابی بترسونه، مخصوصا اگه شما از فیتالتیش استفاده بکنید که همچین چیزی رو میبینید. خب اگر خیلی ترسناکه میتونید به صورت معمولی کاراکتر رو ببرید که در اون حالت هم اونقدر پایان خوبی نصیبتون نمیشه. خب بچه ها، اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم کاراکتر ترسناک دیگه توی بازی های فایتینگ میشناسید؟ اگره توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد خدا نگهدار.